ببینیم که برای ما چه برنامه و خبرهایی رو تدارک دیده. درودی بر شما آقای سیاوش سای عزیز. درود بر شما استاد سیروس شرف‌شاهی. درود دارم به برادرم امیر شجره صداتون درست نمیرسه مرجان جان عزیزم و کارگردان برنامه و همه مهربانیارانی که هر کجا استاد نشستن و ما رو میبینن. آرزو دارم شما حالتون خوب شاد باشه و خوشحال باشین که داره ایران آزاد میشه. چهار تا ویدیو داریم، هر کدوم یکی کارگردان عزیز نشون بده من در موردش صحبت میکنم. اگر نخستینش همونی باشه که قهرمانی دخت آریایی رو در ایران نشون میده. آها همین. بله بله استاد سیرس شرف‌شاهی، علی‌رغم همه آیه های یأسی که بعضی ها میخونن که در راستای اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران هست، من از مهربانیارم میخوام که میلیون ها، ده هزار، صد هزار، نه میلیون ها رویدادی که حاکی از قهرمانی ها و تکرار شجاعت های رهنورد و کیان و حسینی و محسن شکاری و اینها هست رو برای ما بیان کنن تا مردم ما روحیه بگیرن. و من میخوام همینجا به همه مهمانیاران یک بار دیگه نوید بدم که به زودی ایران آزاد میشه از چنگ تازیان حاکم، به خاطر اینکه هر روز که میگذره پیروزی بیشتری ما به دست میاریم. آقای کارگردان لطفا صدا رو کمی بالا ببرید. همین ویدئویی که الان میبینیم. بله آقای شرف‌شاهی؟ بله نه شما ادامه بدید. صدا کم بود. خواهش. همین ویدیویی که الان میخواید ببینید استاد شرف‌شاهی 30 سکند 30 سکند به قول فرانسوی 30 ثانیه است، ولی نشون میده که یک دختر جوان 18 ساله آریایی ایرانی در برابر یک لشکر از سپاه تازی، یک لشکر یعنی پلیس با جلیقه ضد گلوله، نیروهای جوان حزب اللهی، همین نیروهای سرکوب بایشون 4-5 تا از این فاحشه های تازی، چون این هاست تا چرف شایی در تظاهرات اخیر در برنامه های گذشته همه رو توجه کردن ملت رشید ایران. من هدفم توهین به کسی نیست، احترام همه رو دارم. ببینید این فیلم رو ببینید و صداش هم بشنوید تا بیام خدمتتون بگم. صداش هم باز کن. من حوصله کسچراتی شما رو ندارم، شالم نمیذارم. چال استفاده کنی. من حوصله کسچراتی شما رو ندارم، شالم نمیذارم. چال استفاده کنی. من حوصله کسچراتی شما رو ندارم، شالم نمیذارم. آقای کارگردان صدا شد. بله ببینید استاد سیروس شرف‌شاهی، این یه دختر نوجوان ایرانی آریایی است که در برابر زنهای اینها استاد شرف‌شاهی در رابطه با پرستوهای جمهوری اسلامی بسیار گفتیم و امروزه در تظاهراتی که اینا در خارج از کشور برگزار کردن این پرستوها رو دیدید که روی صفحات اینستاگرامشون و غیره و غیره لخت و پتی و دنبال مشتری و اینا میان، بعد لباس یه چادر میزنن رو سرشون و میشن بچک به سرهای پاسدار نظام جمهوری اسلامی ایران. یعنی من توهین به کسی ما نمی کنیم و بیهوده افترام نمی بندیم، اینها فاحشه هستن. همه این چادر به سرهایی که میان جلو دخترای ما رو میگیرن و لباس پوشیدن رو میخوان به دختر رعنای آریایی من یاد بدن که در 7000 سال پیش ایرانی زیبایی رو نشون میداده و زیبایی و عشق‌ورزی و مهرورزی رو به نمایش میگذاشته در مجسمه های خودش. اون وقت اینها بخوان بیان به زنان و دختران شیر ما شیر. این یک دختر استاد سیروس شرف‌شاهی همونطور که اونجا نوشته شده بود از 1,000,000 عناصر مرده‌ای که تو اون سرزمین نفس دارن میکشن ارزشش بیشتره. این شجاعت ها تکرار شدنی نبوده در تاریخ، جایی هم سابقه نداره. این بچه‌ها که این کاری کرد. حالا
برای اینکه مردم ما روحیه بگیرن و بدونن که آزادی نزدیک است، یعنی آزادی واقعا نزدیک است بعد از اینکه غزه صاف بشه و پاک بشه و لبنان رو پاک بکن، که تا حالا لبنان هم خیلی مناطقش رو پاکسازی شده و اینا، نوبت ملاهای ایران میرسه و این بار این ملا توافق هم شده، یعنی توافق ها پیشا پیش انجام شده، قرار و مدارها گذاشته شده، پیمان ها بسته شده. این پیمان زنده کردن نام و یاد کوروش و جوانان آریایی و کوروش صفتان زیستن در ایران، این عملی خواهد شد. به خاطر همین هست که الان استاد سیروس شهرشهید، شما دیدید پشت سر این چهار تا زن چادری 7-8 نفر نیروهای امنیتی با لباس و بدون لباس بودن، حتی با جلیقه ضد گلوله. یک نفر از اونها نرفت دست این دختر بگیره بخواد ببره مثل این فاشیستای دیگه که برام تو ماشین رو کتا کنه. همون دوتا چادر سه تا چادری ها زیرشون رو زدن، ولی افرادی که باعث نظر امنیتی و پلیسی وارد کار می شدن این بچه رو می گرفتن هیچ دخالتی نکردن. این استاد سیروس شهرفشاهی امروز در ایران گسترش پیدا کرده. ما در این چند دقیقه فرصت نیست که 10 تا 20 تا ویدیو نشون بدیم، ولی همین میگم برید ببینید استاد شرفشاهی، پایوران نظام چه در جنگ بودن برای این نظام، با صدام حسین جنگیدن، چه وزیر و وکیل و فرمانده سپاه و اینا بودن. حسین علایی اسمشو میارم، یکی از فرماندهان سپاه که قهرمان بود در جنگ ایران و عراق، استاد دانشگاه شد، از دانشگاه این معلول جنگی، استاد دانشگاه، قهرمان جنگ. یک نمونه اسم میدم، مثل که این فیلم یه نمونه به شما نشون دادم، هزاران از این هست. این حسین علایی امروز میاد قهرمانانه و شجاعانه میشینه، نه تنها از دختر ایرانی و آزادی پوششش استقبال که میکنه پدافندم میشه، بلکه نظام رو افشا میکنه. یعنی تمام اون موارد استعماری و جاسوس بیگانه بودن نشون میده، که امروز در رابطه با همین جاسوسی هم از آهنگران یه چیزی جالب نرم کنیم. حالا استاد شرفشاهی برای که بدونه دنیای بازیخونه است، همونطور که خیام میگه ما همه لعبتگانیم و فلک لعبت باز، از روی حقیقتیم و از روی مجاز، سالها با ذهنهای ما و عناوین مختلف بازی کردن، چه در رابطه با دین و مذهب و تازیان در داخل کشور، چه مسائل علمی و سفینه و بشقاب پرنده و اینها. امروز دیگه دورانی شده که همونطور که در ایران دیگه تازی پرستی نیست و تازیان رو، آخوندهای حاکم رو میگن اشغالگر. این واژه اشغالگر به کار بردن استاد شرفشاهی معنی داره، اینه که همه به اینا میگن اشغالگر معنی داره، معنی داره. خب این شجاعت از کجا اومده؟ از ذکاوت، از باز شدن دریچه‌های ذهن، از شمس تبریزی بر مولاناها جاری شدن هست. یه مسئله که اینا سالها همه رو بازی داده بودن، مسئله بشقاب پرنده بود، میگفتن آقا از فضا میان، چون همیشه پیغمبراشون هم گفتن از آسمون اومده، وحی اومده و از این بازی ها دیگه، که برای کنترل انسان ها بوده اینها ادیان. حالا بشقاب پرنده رو بیش از نیم قرنه که مد کردن و دومین اثر هم در ایران بود، یعنی دومین بار بشقاب پرنده که دیده شد سالهای 50 تو ایران بود. حالا این امروز استاد سیروس شهرفشاهی، خود غرب اومده و خود اینها افشا میکنن که این بشقاب پرنده ها مثل هواپیما، مثل پهباد، مثل موشک، مثل هر چیزی دیگه، یک نوع پهبادهای سابق بودن اما بزرگتر، که برای تجسس و جاسوسی در فضا پرواز میکردن، این ورور میرفتن، بعض جای مینشستن، بعد مردم هم اینها رو احساس میکردن که از فضا اومدن و ما برای زمینی هستن. اینه که این فیلم 30 ثانیه‌ای دیگر هم که کارگردان عزیز برنامه آماده کرده میبینیم که ببینید بشقاب پرنده برای شما همینجا تو کارخونه خودشون میساختن. We'll be right back.
این گورباچوفو که استاد سیروس شفشایی، چون من با آندره گراچوف رفیق هستم، ایشون آندره گراچوف مثل شاپور بختیار بود برای تا جماهیر شوروی، وقتی که گورباچوف میخواست که بره اینو گذاشت جای خودش آندره گراچوف. گفته میشه که وقتی که اینها خواستن دیگه تا جماهیر شوروی رو ساقط کنن و از بین ببرن، اومدن گورباچوف بردن امریکا، بعد توی صحرای نوادا بردنش زیر زمین، همین تونلایی که اینا تو قزوین اینا ساختن، تونلایی بردنش زیر زمین، شهرکهایی رو بهش نشون دادن اون زیر و فلان اینا، گفتن حالا بیا ما فضایی رو که گرفتیم بهت نشون بدیم، ما آدمای فضایی رو گرفتیم. بعد همین چیزایی که اینا درست کردن برای عرض کنم خدمتتون فیلم هایی که ساخته بودن، چون همین قشقاب پرنده ها رو شما تو فیلم هاشون هم دیده بودین، تو فیلم هم از این استفاده میکردن، فیلم که میساختن اون اینا رو نشون میده. و بعد گورباچوف هم رهبر نصف جهان ولی احمق خرفت مثل کارتر، این میپذیره و خلاصه کلید اتحاد جماهیر شوروی رو میده و ساقط میشه و چه میشه. حالا میخوام بگم از این بلاهت ها به مراتب در نهایت بلندایش در داخل ایران هست که این حرامزاده های غیر ایرانی، شما ببینید در هنگامی که دنیا وقت نشد، چون وقتمون کمه برنامه زیاد، استاد شرفشایی ربات های کارگر دیگه وارد کار، ربات ها رو آورده و وارد کار میکنه، پتک میزنه، سنگ رو داغون میکنه، برای شما گچکاری میکنه، ساختمون میسازه. فیلماش دیگه الان هست، برید روی اینستاگرام دوستان برن ببینن. یک ربات استاد شرفشایی به اندازه 100 نفر کارگر عملی که کار میکنه، کار میکنه و غیر قابل تصور، کشاورزی میکنه، آشپزی میکنه، چه میکنه، یک ربات. یک ربات میتونه یک شهر رو بگردونه در سرعت کارش. خب وقتی که ما در چنین جایگاه‌هایی قرار گرفتیم، اینها میان مداحی و روزخانی و به سر و صورت هم زدن برای یک سری اعرابی که همون موقع هم که مردن و از دنیا رفتن معلوم نبوده کی بودن و چی بودن، سر مردم آزاده ای رو که 7000 سال تمدن داره. خیلی از چیزایی که امروز هست استاد شرفشایی ما تو این برنامه نشون دادیم، تو برنامه خودم من نشون دادم، هارپ که ریزش باران و تغییر هوای منطقه است و فلان و انیمیشن ساختن و کامپیوتر و گروه موسیقی و جراحی مغز و اینا رو ایرانی در زمان ایلامیان داشته، در تمدن ایلامیان اینها رو داشته، از اسنادش هست، منتشر کردیم. این مردم نمیتونن زیر بار این جهل و جنایت و کشتار خونین کسانی باشن که از صحرای سوخته عربستان سعودی اومدن و الان اونجا داره رو به تمدن میره بالا. ما میخوان مردم ما رو جور نگه دارن که خودشون هست و به زودی ایران آزاد میشه. حالا ویدئوی دیگه که داریم مال این هست که در اثبات همین که خود پایوران اولیه نظام، خود اینها، ببینیم که چی میگن در مورد جاسوس بودن رژیم، یعنی عناصر سرسخت رژیم که دارن کار میکنن. اینه که چند وقت پیش جدا از این که مسلحی که وزیر اطلاعاتشون بوده گفت و اینها افراد دیگه، یعنی وزیر اطلاعات مسلحی چند وقت پیش آقای شرفشایی اومد و مسلحی گفت، بله همین ویدیو اینو میریم الان، مسلحی اومد گفت که آقا در اکثر حوزه های ما الان انگلستان نفوذ داره، اینا آخونده برای اونا کار میکنه، خودش هم آخونده. حالا این آهنگرانه، آهنگران که یک عمر نعره زد برای جمهوری اسلامی، بچار بود رو مینها، قربانیانی زیاد گرفت، این داره اعتراف میکنه و از قول یک کسی هم نقل میکنه که از 10 نفر آخونده مهم نظام جمهوری اسلامی است، میگه آقا این حتی مداحی ما توی مملکت دست بیگانه است، انگلستان رو میگه. این رو میبینیم استاد چرفشایی. مرسی از کارگردان برنامه. شما جای فرمودید که احتمال نفوذ سرویس های جاسوسی غرب در بین هیئت ها و مداها هست، تو بعضی از هیئت ها؟ بعضی از هیئت ها بله،
به خصوص جوان ها هرچی هم که میگفتیم گوش نمیکردن. خیلی هاشون خب دیدی وقتی مداح جوانی باشه، سواد آنچنانی هم نداشته باشه، صدا خوب باشه، یه دفعه جایی بره به خونه، یه سری هم پیاله های خود جوان ها که شور دارن میان این باید عرصی بعد چیز بده دیگه، خوراک بده به اینا. این به معنی اینه که این تحت نفوذ یه سرویسه؟ بله دیگه، لازم بود به نظرم اینجوری من خودم میگذاشت گفتم اینا یه برنامه‌ریزی میکنن. تا دیدیم انحرافات شروع شد، شعرها ضعیف شد، بعد به حضور شما بعضی بیاناتی که خود مداح ناپخته میگفت، جمله میگفت، از جملات معلوم بود این جمله سنگین و وزین و حساب شده این نیست، یه جایی محرکی داره، یه جایی تحریکی داره. ما اینو روز کار کردیم و تو هدرزمنده ها بچه ها جلسه گرفتن، ما تا اینو تا آقای خاتمی گفت که نه، سرویس های جاسوسی دارن تو این قضیه نفوذ میکنن. حضور شما حالا و این تقریبا برای ما ثابت شد که در نهستمون درست بود. داره این بود که دیگه تقریبا بچه ها، یعنی در حقیقت آقای خاتمی که احمد خاتمی، بله سید احمد، گفتن و برای شما ثابت شد که یعنی کدی سندی نمیدونم چیزی لازم نداره، خودی اونه دیگه باید اطلاعاتی باید بگن که کیاره گرفتن کیاره نگرفتن. آره نفوذی ها چجوری بودن؟ آدم نفوذ که میاد بعضی خود میبینی با یه واسطه نمیاد که بیان همونو بگیرن، با ده واسطه میاد، میبینم اون واسطه میبینی دهمیه که گیرن سری به انگلیس وصله مثلا همونو بگیرن، با ده واسطه میاد میبینم اون واسطه میبینی دهمیه که گیرن سری به انگلیس وصله مثلا همونو بگیرن، با ده واسطه میاد میبینم اون واسطه میبینی دهمیه که گیرن سری به انگلیس وصله. جالب است تا چرفه میبینید خودش داره میگه که ده نفر باید بگیرن تو اون اصلیه رو بهش برسن و درست هم میگه. تا حالا اینا صدها گروه ده نفر رو بازداشت کردن، یعنی هزاران نفر از اینایی که نزدیک به خود نظام بودن جاسوس بودن. و دیگه حالا ما نمیخوایم از وزارت اطلاعات اینا، از سپاه اینا، از اون طالبزاده که ما پیش از این که بگیرن بانک مرکزی همون موقع طالبزاده که از مهرهای اصلی جاسوسی در ایران بود و چه کارهایی میکرد اینا. حالا استاد چرفشایی پیش از اینکه ویدیو چهارم رو ببینیم باز یه خبر خوب برای شما به ویژه دارم و این برنامه‌تون و برای امیر شجره و این تلویزیون که ببینید تأثیر یک برنامه تا چه حدی هست. هفته پیش ما با هم صحبت کردیم در رابطه با درگیری رئیسی با محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه با رئیس قوه مجریه، و گفتم که رئیسی اعتراض کرده و گفته این قوه قضاییه هر اون داره میگه باز مته کسی به خشخاش نده، هر چی ما پیشرفت میکنیم، سفر میکنیم، موفقیت به دست میاریم، یهو قوه قضاییه میاد یه کسی رو میگیره، یه کسی رو میخواد اعدام کنه، جنجال رو آبرو رو ببره، آبرو مملکت رو ببره، و این قوه قضاییه چه است و چه است و این ما هفته پیش گفتیم به شما، دقیقاً 7 روز پیش بود. پریروز استاد سیاسی شرفشایی پریروز خامنه‌ای جلسه گذاشته و این دوتا رو احضار کرده، یعنی محسن اژه‌ای و رئیسی رو، و گفته شما رو در رو با هم دعواتون رو بکنین. گفته دعوا نداره که آقا شما که خبر داری اون اینه اینه اینه. اژه‌ای گفته که من آقا بی خبر بودم، یه یارو قاضیه خودش اومده گفته من آتش به اختیارم، رهبری دستور داده آتش به اختیار باشید، من آتش به اختیارم و تشخیص میدم که این عفوی که خود رهبری کرده بود دیگران کردن از توماج صالحی بایستی فسخ بشه و این توماج صالحی باید اعلام بشه. یعنی جلو خود خامنه ای محسنی اژه‌ای دفعه اصلا خامنه ای رو خراب کرد و زده، یعنی گفته آقا خود یارویی که گفته به استناد به صحبت‌های علی خامنه ای آتش به اختیار، من قاضی آتش به اختیار هستم. ایو. حالا اینو میخوام بهتون بگم، این تو خبرها هست، خبرهای امروز رو برید ببینید تو خبرها هست. محسنی اژه‌ای بعدش میاد مصاحبه میکنه، صحبت میکنه وقتی از خونه میاد بیرون و میگه آقا این قاضی مازیا چرا مزخرفات میگید، چرا حکمی میخواین بدید، یه کاری میخواین بکنید، مشورت نمیکنید، میاد آبروی حیثیت نظام رو میبرید و و و و و و از این مزخرفات، از این مزخرفات. ولی بچهای ما همچنان در خطر اعدام هستن. ولی میخوام بگم که طرح مطالب اعتراضات جهانی، به ویژه اعتراضات جهانی که الان ببین اعدام هایی که در دست دارن اینا چند تایی رو که وقتی بشه تأثیرگذار هست، چون اینها بایستی با غرب با دنیا کار بکنن،
قلب منافع داره، منافعی که اون داره از یه چهار تا آخوندش بشی منافع میلیاردی که خودشون میزن بیشتره، چون اینا مملکت اگه یه نفتی که از ایران داره میاد مفتکی نیاد بعضش خراب میشه. حالا نکته دیگه که این ویدیو سخن میگه باز در چند ثانیه استاد سیروس شرفشاه این است که باز از پایوران بالای نظام جمهوری اسلامی است که خودش میگه آقا سال 1400 بالا 403 اوناییم تا سال تازیان اشغالگر. من خیلی خرسند شدم استاد سیروس شرفشاه دیدم برخی از دوستان این سال 1403 رو باهاش با عنوان سال 1403 اشغالگران یاد کردن میکنه. خیلی قشنگه، من استقبال میکنم و از مهربان یارانی که این ابتکار رو به خرج دادن سپاسگزارم. به جایی که بگیم هجری شمسی به یزدگرد عزیزم توهین کنیم به چسبونش به این تاریخ، این تاریخ اشغالگران، تاریخی که ایران شروع شده به اشغال شده شدن توسط تازیان. حالا در سال 1400 خود یارو میگه بانک مرکزی، نمیگه وزارت کشور، نمیگه وزارت اطلاعات، نمیگه وزارت دفاع و جنگ و این مزخرفات یا شورای امنیت فلان اینا، میگه آقا بانک مرکزی. شما ببینید تا کجای مملکت قراش میشه استاد سیروس شرفشاهی. میگه بانک مرکزی گزارش داده که آقا هم داره شورش میشه تا چند وقت دیگه، هم شورش میشه و هم تورم میشه و هم دلار میره بالا که من میخوام سود بکنم، چون دلار که بله بارا میدونید در داخل میهن استاد سیروس شرفشاهی، وقتی دلار میره بالا، دلاری که جمهوری اسلامی از جهان چیز میفروشه میگیره میاد میره تو بانک مرکزی. تو بانک مرکزی که میره بالا و پایین شدنش سودشو بانک میبره. وقتی که بانک میبره هرگز هم تا حالا پایین که نیومده، همش رفته بالا. تو وقتی بالا میره تا حدی که بخواد اینا اعلام کنن چی کنن که همیشه میلیاردها دلار دزدیده شده، خارج شده، تو کانادا رفته، تو جیب این خود اینا و آقازاده و بچه‌هاشون رفته، بعد یه هم اعلام میکنن که آقا دلار شد اینقدر، هر روز رفته بالا. این سند استاد سیروس شرفشاهی علارغم این که خبر میده که این بانک مرکزیه که شورش آفرینی میکنه برای تورم بیافرینه دلار ببره، کار خودشه. یعنی یک بانک مثل یک مافیای قدرت امنیتی نظامی اطلاعاتی کار میکنه، این یک. دو، دزدی های اینها رو نشون میده، یعنی نشون میده که اینها چجوری از این بهره میبرن، از این که یهو دلار میره بالا و همه دلارها هم در بانک مرکزی است و این اونجاست که سود رو میبره. امیدوارم مهربان یاران درک کنن و بفهمن، چون بعضی از اوقات برمیره، بعضی وقتا یه جمله این ویدیوی کوچیک ما دوبار تکرار میکنیم، چون مهربان یاران من برخی اندک افرادی حتی از عزیزان خود من به من زنگ زدن آقا این ویدیو رو نمیشه تو برام بفرستی، من تیکر نوند یک دقیقه رو خوب گوش نمیکنن، ولی همین ثانیه ها عزیزان من گوش کنید تا بفهمید دنیا دست کیه. میبینیم با هم سپاس از کارگردان برنامه. بانک مرکزی همان موقع مرداد 1400 یک گزارشی داده، خیلی محرمانه است، من نمیتونم ازش بخونم، ایشون نماینده مجلس میتونم در اختیارش قرار بدم. مرداد 1400 گزارش داده آقای طغیانی، اختشاشات رو هم پیش بینی کرده. بله بخون. بله تمام. به من برگردون. بله. تورم هم پیش بینی کرده، اختشاشات هم پیش بینی کرده، گفته آقا این سیاست باعث اختشاش میشه فلان. مرداد 1400 ها هنوز، ولی شما این کارو کردید و دم گوش سیاست گذار نشستید، کمپین رسانه‌ای درست کردید. بله. دولت آقای رئیسی رو مجبور کردید این جراحی غلط رو انجام بده و وضع مردم امروز اینه. بسیار. این مستلزم هستید که استاد سیروس شرفشاهی تا چه حد وضع این نظام خرابه. برای همین من توصیه میکنم و همه مهربانیارانم که برن به سفارتخانه های اشغالگر تازی جمهوری اسلامی که خانه شما هست، همه تون برید پاسپورت های خودتون رو بگیرید، چون فردا که این نظام سرنگون بشه یا این سفارتخونه بسته میشه، امکانات سفر نیست، میلیون ها نفری که میخوان برگردن به میهن، حالا برن و باز بیان ها، یعنی جشن آزادی رو همه با هم باید بگیریم. برین از الان پاسپورتتون رو بگیرید. اینم کاری کردن استاد سیروس شرفشاهی که میگه آقا ما بریم تو سفارت، آقا سفارت خونه توئه، یک عده اومدن اشغالش کردن اونجا، تو خونت، پاسپورت هویت تو.
آرم ننگین جمهوری اسلامی روش هست، شما باید پاسپورتتون تو جیبتون باشه، این نظام میفته. فردا که میفته امکانش نیست و اونجا خونه شماست. مثل اینه که تو خونت زنت هست، بچت هست، یک عده‌ای برن اونجا بگیرن، تو بیرون وایسی به جایی که بری تو دفاع کنی بیای بگی آقا ما خونه. نه، اونجا خونه شما. استاد چرفشایی، اتفاقیات میگن عربا، توافقات انجام شده. شما دیدید با اینکه این پیمان صلح رو حماس پذیرفت، پیمانی که اسرائیل توافق کرده بود و امریکا و دیگران هم نوشته بودن، همه توافق کرده بودن، حماس بعد از چونه زدنهایی پذیرفت، ولی پیش از این که به رفح حمله بکنه، اسرائیل گفت ما با اهمیتی نمیدیم، حملهمون نمیکنیم. حمله شکرد و رفح رو داره با خاک یکسان. حالا بد یا خوبی من سخن نمیخوام بگم که یک جنگ بد است یا خوب است، یا دارم به ملت ایران، مردم خودم خبر میدم. و این رو هم بدانید مردم نازنین سرزمین اهورایی، این گونه تظاهراتی که جورج سوروس پولاش از جمهوری اسلامی میگیره و بینا میفروشه، چون این تظاهرات هم آقای شرف شایی من بارها گفتم، دیگر بار تاکید کنم که یک عده دلخوش بین تظاهرات نباشه. تظاهرات استاد سیاست شرف شایی سالهاست فروختنیه، مثل گاز، مثل نفت، مثل ماشین، مثل پرتغال، مثل موز. میگن خب آقای خامنه‌ای چی میخوای تو؟ میگه تظاهرات. کجا میخوای؟ اروپا میخوای؟ آمریکا میخوای؟ کدوم شهر میخوای؟ چند نفر میخوای؟ قیمت بهش میدن، میپذیره، این تظاهرات را میفته. این تظاهرات کاری را نمیکنه، مسیر تغییر جغرافیایی جهان رو عوض نمیکنه. این تظاهرات، این تظاهرات یک عقده خالی کردنه، یک عقده خالی کردن ایناست. درست مثل یک برنامه های برخی از دوستان ما تا این 40 سال، یارو میاد هر پوداد و فریاد نمیزنه، اون یارو که تریاکش زده تو تهران ایران نشسته، بنده خدا خمار ممار، خیلی از نام عزیزان من هستن، جنگ زده ها هستن که باید بایستی تریاک رو بکشه تو ایران، اینا هم میبینه ای من، میگن که سیاوش عرسته همه دردای ما رو که گفت که آخه یک را اینا اینجوریه. این تظاهرات کارساز نیست. میبینید که چجور سرکوب میکنن تو خود همون امریکا، رئیس دانشگاه رو میگیرن، اون رو میگیرن، به زمین میکشن. فکر نکند مردم ایران، مردمی که بعضیاتون همچنان ذهنیت ضدیت با یک قوم و تبار رو دارید، عزیزان من، اینها بازی است که به گونه دیگر جیب جمهوری اسلامی و ایران خالی بشه. اینا رو بینا میفروشن، فروشی تظاهرات استاد شرفی. برای همینه که حالا من نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، هر از چندی من اطلاعات حتی اگرم چیز بده به مردم دادم میدم، ولی میخوام بگم گونتون نزنن که بگن آقا این تظاهرات داره میشه فلان. نه، کار خودشو میکنه، غزه رو صاف میکنه، بعد همون منطقه رو میسازه خیلی خوشگل، خیلی قشنگ، تکنولوژی و و و و و این از اون. بعدش حزب الله لبنانی، الان لبنان رو استاد شرفشایی اینقدر جای مهمش رو زده، ساختارای زیر ساختای اصلیش رو زده، نمیگم خبرم. بعد که اونجا تموم بشه، یمن که دوره، با اسرائیل باش کاری نداره، یمن هم از طریق اون هیچ. بعد تب نوبت ملاها میرسه. برای همینی که این پروژه که پیش از این که انجام بشه، سفرهایی شد، شخصیتهایی، حرفهایی، قولهایی، قرارهایی، و این بار وقتی که 4 تا تروریست رو نمیپذیره در منطقه در کنار خودش، یک دولت مقتدری رو که نشون داد مقتدره، با موشکاش داری که شکی نیست، دشمن ما اگه نشناسیم که نمیتونیم بایش بریم دعوا کنیم، که مقتدره که الان میتونه گورگ سایروس رو بخره، پول بده، تظاهرات همه جای دنیا را بندازه، جو ضد یهودی رو ببره بالا و غیره و غیره. اما همه اینها درست مثل این که یک شبه جنگ شیعه و سنی تبدیل شد به جو و دعوای یهود و مسلمان و مسیحی، چون مسیحی الان اومدن تو باغ از این دفاع میکنن، اینم یک شبه عوض میشه. یعنی فکر نکنید که این آمد و موند و ماندگار شد. از سهان مردم استاد سیروس شرفشایی هر کی میخواد باشه، غیر از فلاسفه معدودی که همیشه در طول تاریخ بودن، اونا معدودن، فلاسفه که
فکرآفرینن و فکرشون با باد عوض نمیشه. با یکی که زنگ میزنه من فکرم عوض نمیشه چون فکر دارم. اون فلاسفه مقتدری که فکر دارن و جهان رو اونها ساختن تا به امروز، اونها برنامه ها پیش خواهد رفت و به زودی هم ایران آزاد میشه و پاداش نخست رو همین نسل جوان و دختانی که در ابتدای برنامه دیدید تعدادشون زیاده میبرن و شاهنامه رو آخرش رو این بار خوب میکنن. یک جوان استاد سیرس شرفشایی به عنوان پایان عرض میکنم در ایران به نام شایان عزیزم، درود دارم بهش، شروع کرده خواننده است، جوان، ترانه های فردوسی رو میخونه و اینو میاد میخونه، میگه آقا شاهنامه میگن آخرش خوشه، خوش نیست، بدبختی ما تو آخر شاهنامه است، چون هجوم تازیان در آخر شاهنامه است که حمله میشه به ایران، رستم فرخزاد و ز شیر و شتر خوردن، نه ز شاوش شتر خوردن و سوسمار عرب را به جاوگی رسیده است. شیر شتر که اشکالی نداره خوردنش، شیر شتر همه میخورن. این آیت الله جزایری گفت، آیت الله جزایری، علی دشتی، بزرگان تاریخ گفتن که این شاوش شتری که الان هم هست، الان شما بزن شاوش شتر توی ده ها ویدیو داره که هنوز میخورن اون توی قبایل صحراگردان. این شاهنامه هم آخرش خوشه رو همه عربای حاکم بر ایران بنی هاشم تازیه تو دهنه ما گذاشتن، های شرف جایی که شاهنامه آخرش خوشه. چرا؟ چون پادشاه ایران سرنگون میشه و تازیه برنده میشن، مثل سوره روم پنج تا. نه، مردم روشن فکر، برنامه ساز، نویسنده، عوض کن ذهن تو. شاهنامه آخرش خوش نیست، شاهنامه آخرش اندوهگینانه است، غمنامه است. فردوسی گریه کرده، اشکهاش ریخته روی اوراقش، ده بار عوض کرده وقتی آخر شاهنامه رو سروده. آخر شاهنامه رو دشمنان ما میگن شاهنامه آخرش خوشه، ما میگیم شاهنامه آخرش اندوهگینه. ولی این شاهنامه جدیدی که مسعود آذرها و دوستان عزیز من که امروز چکامه‌سرهای نوین جهان آریایی هستن خواهند سرود، همچنان که سرودن، که شاهنامه نوین آخرش خوش میشه با آزادی ایران، استاد سیروس شرفشایی عزیزم. بله، این به نظر شما خیلی کوتاه، وقت زیادی هم نمونده، این جورج سوروس طرفدار جمهوری اسلامی، حامی اوناست یا اینکه مخالف ایناست؟ استاد سیروس شرفشایی، فردای شما بشم، من قربونتون بشم، تو برنامه شخص شما دو بار ما مصاحبهشون رو پخش کردیم که اون مصاحبه البته سال 1994 انجام شده بود و این رو مردم بفهمید و ثبت کنید در ذهنیت خودتون. سوروس اولا که اگه فردا بمیره اندیشه و فلسفهش نمیمیره، برنامه هایی که ریخته و داره دنبال میشه نمیره میره، یه بکنین تو کلتون. سوروس آدمه، سوروس ابراهیمه، سوروس تداوع یک جریان فکری در جهان هست. خب یک دو، استاد شرفشایی تو این برنامه شما، من پخش کردم چند بار صدای خود سوروس رو، پرسیده میشه شما دین داری؟ میگه نه. تبار داره یهودی، تبارش یهودی، ولی دین نداره. میگه ازش پرسیده میشه شما خدا رو باور داری؟ ندارم. پس چی رو باور داری؟ این جمله شه، میگه I make money، money، من فقط پول سازی رو دوست دارم، کار من پول سازی. استاد سیروس شرفشایی، مردم بفهمید همه چیز برای پوله، برای دلاره. گورگ سایروس، من میگم گورگ سایروس برای اینکه فردا اگه جورج سوروس مرد فکر نکنین تمام شده. این تشکیلات وجود داره، در 130 کشور داره حکومت میکنه، اکثر کارا مالونه. وقتی که مدیر سازمان سیا با من مصاحبه کرد چند سال پیش، من باش مصاحبه کردم، تازه اوباما رئیس جمهور شده بود که اونجا گفتن این اوباما جمهوری اسلامی آورده، اونجا بود که اینها خودشون گفتن ما با ایران میتونیم وارد معامله بشیم و به خامنه‌ای میگیم که آقا ما نمیخوایم باید به جنگیم، ما تو هم به قدرت میتونیم و غیره حال بگذاریم. تایم کم نمیشه گفت. استاد سیروس شرفشایی، فقط پول و فقط پول و فقط پول، اصلا نه دین در کاره، نه حقوق بشر در کاره، نه انسانیت در کاره. هر میگه که من کارم اینه که آقا اگه آقای شرفشایی $1000 گذاشته تو کمپانی من، بعد 6 ماه این $1000 میشه $60,000 و شدم. سیستم پولی که سوروس آورد، گداها میلیاردر شدن در سطح دنیا. همین جف بزوس
شما آمازون بگیر، ایلون ماسک بگیر، جف بزوس سال 1996 اومد پاریس پیش من گفت من تو پارکینگ خونم کتابای تو رو با پست میفرستم، باید زود برم، یک کارمند بیشتر ندارم. با پولای سروس اینا اومدن بالا، دنیا رو گرفتن و میگیرن و سهامای اصلی مال اوناست. اینا مدیرن، کار میکنن، درست مثل بعضی از جریانات که یارو مدیر رو استاد سیروس شرفچه‌ای. برای همین جورج سروس، علی خامنه‌ای برای سروس کار میکنه. یعنی تمام نظام‌های ابله جهان و حتی زیرک جهان برای این کمپانی‌های پولی جهان کار می‌کنند، نه که سروس بیاد برای اینا، چون توش پوله. هر تظاهراتی که گذاشته شده کم کم میلیارد پول گرفته شده. بعد اگرم از خودشون بعضی وقتا پول بذارن، یه میلیارد در جمهوری اسلامی میده، دو میلیارد از این سپرده‌های ما که هی میگن فلانی تحریم شد، فلانی تحریم شد، فلانی تحریم شد، برمی‌دارن. ما میلیاردها دلار تحریم شده در امریکا داریم. پادشاه ایران وقتی که رفت 925 میلیارد دلار امریکا به شاه بدهکار بود. اینها همه پولا اونجاست که ندادن، اینا پولای خود ماست. یکمش از اونجا با نفت میاد، یکم هم از اونجا میاد. استاد سیروس شرفچه‌ای، همه اینا برای پوله. بله، سپاسگزار از شما. مطالب جالبتون رو در حال در سراسر جهان شنیدن ایرانی ها و امیدوارم که در حال خوب و خوش باشید. تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای شما آرزو دارم. با بوسه اومد، درود دارم به شما، کارگردان برنامه خودم یادم. بسیار ممنون بینندگان عزیز، برنامه ما در اینجا پایان گرفت. همراه آقای دکتر قره‌بزدو، سیاوش عبستا و آقای امیر شهرتی کارگردان برنامه، با شما خداحافظی میکنم و تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای همه شما آرزو دارم. بدرود تا درود دیگر.